بینندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خب دوستان، همونطوری که خدمتون قول داده بودیم، قرار بود که هر بار که به یکی از اعیاد و یا یکی از مناسبات و یا تعطیلات رسمی در کانادا میرسیم، اون روز رو خدمت شما اطلاعاتی راجع به اون روز در اختیار شما قرار بدیم و شما رو با اون روز بیشتر آشنا بکنیم. همونطور که میدونید جشن بزرگ هالووین نزدیک هست و جشن بزرگی هست همونطور که میدونید و جشن گرفته میشه در کانادا و خیلی از کشورهای دیگه دنیا. به همین خاطر تصمیم گرفتیم اطلاعاتی راجع به این روز برای شما آماده بکنیم و اونها رو در اختیار شما قرار بدیم. اطلاعاتی مثل اینکه تاریخچه این روز چیه، در کجا اولین بار جشن گرفته شده، چطور جشن گرفته شده، چه افسانه هایی در حقیقت پیرامون این جشن وجود دارن و چطور وارد کانادا شده. جشنی که اگرچه پیشینه مذهبی داره، این روزها افراد با هر پیشینه و اعتقاد مذهبی رو جشن میگیرن، حتی اگر اعتقادات مذهبی هم نداشته باشن. اما ببینیم هالووین چه روزهایی در چه زمانی برگزار میشد. هالووین در غروب 31 اکتبر، یعنی روز قبل از اول نوامبر برگزار میشه. روز اول نوامبر All Saints Day یا عید مقدسان نام داره و در واقع روز بزرگداشت همه مقدسان هستش. پیشینه این روز به قرن 4 پس از میلاد برمیگرده. در این روز کاتولیک های جهان یاد همه مقدسان، چه مقدسان مشهور و چه اونهایی که گمنام بودن، رو گرامی می‌دارن. این سنت قدیمی در واقع برای گرامی داشت شهادت مقدسان هست، به خصوص اون دست از مقدسانی که در اواخر دوران امپراتوری روم آزار و اذیت فراوان شدن و یا به شهادت رسیدن. بزرگداشت این روز علیرغم کمرنگ شدن دوستان هنوز هم به نوعی ادامه داره. اما اولین هالووین را چه کسانی برگزار کردند؟ هالووین یکی از قدیمی ترین فستیوال هایی هستش که امروزه هم در خیلی از کشورهای دنیا جشن گرفته میشه و در این حال پرطرفدارترین جشنواره بعد از کریسمس هستش. در حالی که میلیون ها نفر هر سال این روز رو جشن میگیرن، ولی خیلی ها تاریخچه حقایق و افسانه های پشت پرده اون بیخبر هستن. بعضی اون رو به خاطر تفریح و پوشیدن لباس های عجیب و غریب دوست دارن و همچنین به خاطر هالووین پارتی کردن خیلی دوست دارن و از اون استقبال میکنن. عده دیگه در این حال معتقد هستن که این روز خرافات محض هستش و معتقدن که فقط باعث اتلاف وقت و بلخرجی میشه. اما اولین قومی که هالووین به اونها نسبت داده شده چه کسانی بودن دوستان؟ اولین قومی که هالووین به اونها نسبت داده میشه سلتیکا بودن. سلتیکا چه کسانی هستن؟ سلتیکا اجداد مردمان ایرلند، اسکاتلند، نورماندی و ویلز بودن. پیش از مسیحیت سلتیک ها اعتقاد داشتن که ارواح خبیثه در شب 31 اکتبر روی زمین میان و میتونن به آزار زندگان بپردازن. برمی خاطر اونها با پوشیدن لباس های ترسناک و استفاده از وسایل هراس‌آور ارواح رو سعی در فرای دادن ارواح میکردن. بعضی هم معتقد بودن که این ارواح میتونن حامل خبرهای مهمی برای اونها باشن. یه داستان جالبی که وجود داره این هستش که دختران دم بخت میومدن کمی سرب مذاب در آب میریختن و شکلی که سرب مذاب به خودش میگرفته نمادی از شغل همسر آینده اونها محسوب میشده. اما هالووین چطور وارد کانادا میشه؟ رسم هالووین همونطور که شاید بتونید حدس بزنید توسط مهاجرین ایرلندی و اسکاتلندی به کانادا آورده میشه. این روز در امریکا، انگلیس و استرالیا هم جشن گرفته میشه. اگر 31 اکتبر روز یک شنبه باشه، خیلی از اقوام اون روز رو روز شنبه، یعنی روز قبلش جشن میگیرن، چون که معتقد هستن یک شنبه روز مقدسیه و نباید به شکل ارواح در چنین روز مقدسی در اومد. بعضی از مردم به تزیین و دکوراسیون حیاط، درب ورودی و منزلشون اهمیت زیادی میدن، همونطور که این روزها خیلی شاهد اون هستیم. بعضی در حیاط خونه خودشون قبر درست میکنن و یا قلعه و زندان زیرزمینی میسازن و بعد دوستان و همسایگانشون رو برای تماشای اون دعوت میکنن که دیدنش هم خیلی جالب است، کم بی‌لطف نیستش. برخی مهمانی هالووین میگیرن و خودشون و مهمان‌ها لباس‌های عجیب و ترسناک به تن می‌کنن. در مهمانی‌ها به تماشای فیلم‌های ترسناک می‌نشینن دوستان و مهمان‌ها با ترساندن همدیگه هم به نوعی با همدیگه تفریح می‌کنن. اما یکی از افسانه‌هایی که در رابطه با این روز وجود داره افسانه جک فانوسیه. ببینیم جک فانوسی کی هستش. سنت دیگری که ایرلندی‌ها با خودشون به کانادا آوردن جک آف لانتن یا همون جک فانوسی بوده. این سنت به افسانه شخصی به اسم جک برمیگرده، کشاورز تنبل اما زیرکی که شیطان رو جادو کرد. طبق این افسانه جک شیطان رو به درخت تبدیل میکنه و به او میگه که تنها در صورتی جک جادو رو باطل میکنه که شیطان قول بده او رو به جهنم نبره. خب شیطان هم موافقت میکنه و جک جادو رو باطل میکنه. اما هنگامی که جک میمیره انقدر گناهکار بوده که به بهش راهش نمیدن. از طرفی همونطور که میتونید حدس بزنید شیطان هم اونو به جهنم راه نمیده، چون قول داده بوده که به جهنم راهش نده. جک هم که دیگه راهی به بهشت و جهنم نداشته، یکی از شلغم‌هاش رو خالی میکنه، شمعی داخلش روشن میکنه و تا ابد روی زمین سرگردان میشه. او به دنبال جایی میگرده که در اونجا آروم بگیره. اینجوریه که افسانه جک فانوسی شکل میگیره دوستان.
امروز فانوس های هالووین از کدو ساخته میشن. مردم در حقیقت توی کدو رو خالی میکنن و روی اون رو اشکال مختلف با اشکال مختلف پنجره های ایجاد میکنن و بعد با روشن کردن شمع در داخلش در حقیقت نورهای ایجاد میکنن که از پنجره های این اشکال بیرون میزنه و شکل های ترسناکی به وجود میاره. اما هالووین و بچه ها، بچه ها چطور این روز رو جشن میگیرن؟ رسم دیگر هالووین تریک او تریک نام داره. این رسم برای بچه ها مهمترین قسمت هالووین هستش. طبق این رسم بچه ها لباس ارواح، جادوگران و یا اسکلت به تن میکنن و به کوچه ها میرن. بعد زنگی در خونه ها رو تک تک میزنن و وقتی کسی جواب داد میگن تریک او تریت. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه یا به ما شکلات و آب نبات میدید یا ما شما رو جادو میکنیم. به این ترتیب خونه به خونه در میزنن و کلی شکلات جمع میکنن. دوستان حتما میدونین چیزی شبیه به همون مراسم قاشق زنی که در ایران خودمون داریم. بعد کیسه های مخصوصی درست میکنن برای جمع آوری شیرینی و شکلات ها و آب نبات ها و روی اون رو با نمادها و نشانه های هالووین تزیین میکنن. سیب با پوشش کاراملی، پاپ کورن، پای کدو حلوایی و شیرینی ها و غذاهایی که دکوراسیون و ظاهر ترسناک دارن از جمله خوراکی های رایج این روز هم محسوب میشن. اما کانادا یک کار خوبی هم کرده. کار خوبی که مدت هاست در کانادا و در روز هالووین انجام میشه دوستان، انجام تریک او تریت برای یونیسف هستش. ببینیم به چه صورت این برنامه اجرا میشه. مسابقه ساختن فانوس از کدو حلوایی، مسابقه ماراتون، کتابخوانی و راهپیمایی سمبولیک جستجوی آب از جمله فعالیت های آموزنده هستند که طی این مراسم انجام میشن و مقدار زیادی کمک مالی برای هزاران کودک در نقاط محروم جهان جمع‌آوری میشه که بعداً در اختیار اونها قرار میگیره. اما نکاتی که بعد نیست بدونیم راجع به هالووین. دوستان، جشن هالووین تعطیل نیست و 31 اکتبر همه مدارس، ادارات و مغازه‌ها باز هستن. بعضی شرکت و سازمان‌ها ممکنه که هالووین پارتی ترتیب بدن و به نوعی هالووین رو جشن بگیرن. ولی معمولاً شرایط طوری نیست که کارهای روزانه‌شون رو مختل بکنه و اونها رو خلالی درش ایجاد بکنه. وسایل حمل و نقل عمومی مثل روزهای عادی کار میکنن. تنها نکته که باید راننده‌ها به آن دقت بکنن وجود بچه ها به هنگام غروب در خیابان ها و محله ها هستش، چرا که بعضی از اونها لباس های تیره به تن دارن و ممکنه که توسط که ناگهان وسط کوچه و خیابان بپرن جلوی ماشین ها و راننده اونها رو نبینن. به همین خاطر در شب هالووین با دقت بیشتری رانندگی بکنید. خب دوستان، امیدوارم که از این اطلاعات استفاده برده باشی و براتون مطلوب و مفید بوده باشه. مرسی که ما رو گوش کردید و ما رو تماشا کردید. ممنون هستیم از اینکه ما رو در فیسبوکمون و همچنین در دنبال میکنید و همچنین در یوتیوب سابسکرایب ما میشید. همچنین از وبسایت ما www.amgtelevision.com ویزیت بکنید، دیدن بفرمایید و یا با عضو شدن در کانال ما از اخبار لحظه برنامه ما آگاه بشید. باز هم سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.